بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. وصیت نامه کل من علیها فان. این جانب مرحوم مغفور از جنت مکان حاج محمود آقا قربانی تنگل شور ولد مرحوم مبرور خلاشیان حاج قربان علی تنگل شور بن حضرت مستطاب حسین قلی خان و مرحومه والده مکرمه حاجی خانوم گلابتون خانوم ششتمت که این هست در اون بوان توانی تارفانی را ودا میگوید. وصیت نامه خود را به شرح زیر اعلام میدارم تا پس از رحلتم توسط وسیع این جانب به اجرا درآید به تمام و کمال. برای که شما لاشخورا مثل سگ و گربه به خاطر ارث و میراث به جون هم نیفتن و پاچه همدیگر رو نگیرین و استخونای مره تو قبر نلرزونید. مرخورا مرخورا آقایون چنار. سلام علیکم. چه به ندونی؟ شناسنامه میخوام. اون دفعه اومدم گفت برو یه ما دیگه. حضورتون اون زیر چه کار میکنه؟ پیولو درده اون یان برنم. شناسنامه منو به چه کسی دادی؟ سیرابی بگو خانمم باش کباب باد دادی. آقا رضا بگو شناسنامه رو بچم روش جیش کرده. گوشی شنوا که ندارد که شناسنامه من مشهد چه کار میکنی؟ سیراب چی؟ منم برای همین حیرونم. یه فرس جو میکنی؟ معلوم میشه که گنزه ده. خیلی خوب بلم خوب صحبت برو نکار نگرم بلم خوب. خیلی خوب پرسیدو خوب. اگر علکی بگی دروغ بگی یه جنگی بهت بزنم که جنگ بزنم. یه نفر به نام نشونی ایشون در مشهد درخواست شناسنامه داده شناسنامش هم گرفته سه رفته. اینی دو سر کدوم بودست بابا جون؟ او هم مثل ما آدمه منتاش یه هوایی غرتره. اوی احزاب آدم هایی هستن ها یه ماه چی برای یه شناسنامه من یه میبره نه میارین زیر میزی میخواین اعلام کنین چشم بفرم. اینم دو تا گلوه تازه تازه بزن تو رک. این جانب همه وراث خود
و به خصوص پسر بزرگم جمشید خان قربانی مکلف به اطاعت از وصی خود حضرت مستطاب جناب حاج مرتضی چینیگران صدیق امین خود نمودم و احدی حق نداره با تقسیمات ایشون در میراث بنده مخالفت کند. احدی حق نداره مخالفت کند. گفته بشون. تأکید میکنم هیچ یک از اعضای خانواده همسر اول بنده یعنی خانوم قمرالملوک بانو سالار محتشم به خصوص برادر تنلش و کلاهبردار ایشان حتی حق ندارند زیر جنازه این جانب بیایند و سر تابوت را بگیرند. آخ قمر قمر خدا بگم چه کار کنه او بابای گور به گوری تو او برار حرم لغمه تو که تو مره گشتی قمر. آکله به جونت بیفته قمر ما سرطان نمیدونستم چیه او برار تیر به جگر خورده مره سرطانی کرد همه تون مره سرطانی کردین که مال مالی همه بالا بکشین ای آز کور خانده دریق از یک لخ برکایی که بذارم نصیب اون برار تیتیش مامان جانه گمارباز عرق خورد برم بکردن انا حاج محمود قربانی ریغ رحمت رو سر کشید و مالمالیت شد هلو به پرتو دلو خوش مخونه به کوری چشم تو و او برار نامرده معصومه رو طلاق نده تو چیه؟ رنگت برید؟ داری تق بالا میاری نه؟ بسوز از حسودی آخ که دلم خنک رفت بهتره که ایشالله یک خبر دیگه بهت بگو شاید خدا بخه و از حرص دلت سکته کنی ما دلم خنک بره خبر رسیده که معصومه به چه دور شده؟ تو که این همه سال میگفتی ما عیب ناکم ما اجاقم کوره میبینی خدا و امام رضا رو یک پسر دیگه بهم دادن گفتم اسمشو بذارن رضا جناب آقای رضای قربانی تنگلچور فرزند آقای محمود و خانوم معصوم خانوم قربانی تنگلچور که انشالله بگم از حسودی چشمت بهتره که به حق امام رضای دلی آقای رضا قربانی فرزند محمود پس آقای رضا قربانی تنگلشور وارث اصلی حاج محمود مرحوم شما هستی؟ ها؟ غلام شما حاج آقا بنده رضا قربانی فرزند آقای قربانی خانمی معصومه خانم معروف به رضا تیشه اینم رسیدی حواله شمستانم به هر حال با وجود این که وصیت‌نامه موجوده و حاج محمود قربانی با فیلم برداری محکم کاری هم کرده رسیدگی به این پرونده واقعا عجیب و غریب ممکن نیست مگر اینکه طرفین دعوا هر دو در محکمه حاضر باشند پسر من گرفتارتر از این حرفان که برای چندر قاز دفترش تو ترمون ول بکنه بیاد پی همچه پرونده بیارزشی فرمودید چندر قاز صحبت میلیارد ها تومن پول سرکار علیه بیارزش؟ بیارزش حاج آقا چون حق یکی دیگه است اینا 52 سال عین بختک افتادن رو میراث این پسر واسه همینه که گرفتارن هر وقت شما ثابت کردی که این مرده که مفنگی پسر حاج محموده گرفتاری همه تموم میشه
حیف، حیف که این دوماد کلاوردارت هیچ شباهتی به شوهر من نداره حاجی. به هر حال سرکار خانم، آقای جمشید قربانی تنگلشور، تهران که سهله، اگر آلمان هم باشن باید قدم رنجه کنن و تشریف بیارن به مشهد. مشهد؟ آقای ماموزای گلی؟ آره جیگر من، شیشه نیست که مادش کنین که. تازه کامپیوتر یک ماه طول میکشه تا جوابش بیا. خودت یه توپ پا بپر مشهد، هم فالس هم تموشا. زیارت قبول. ماشالله. یا امام هشتم، میشه ما هم یه روزی پولدار بشیم، سوار یه همچون وسیله بشیم؟ السلام علیک یا امام رضای کریم. طلعت خانم کنیز شما، همسر بنده. سارا هم دخترمه یا امام رضای کریم. خودت این سارای من شفا بده. یه مقدار البته چیزی نیست، دخترم میگم مریضه، خوب میشه. یا سالمش کن یا امام رضا، یا همینجوری یه کسی مثل خودش خلی سل و نصیبش کن بره دنبال وقت و زندگی. یا امام رضای کریم، منو بدون شناسنامه از شهر خودت رد نکن به شهر خدا. نوچرتم امام. بنده مسافر فلسفلسم و میتونم اینو بردارم برای خودم. این جلیقه نجاته، جزء اموال هواپیماییه. واسه واقع استراریه. خوشحالی جناب سروان، بعد هزارات تومن پول بیزدمونم و تقدیم رؤسای شما کردم. یک جلیقه بیقابل سهم من نمیشه. به درد شما نمیخوره. از کجا میدونید؟ شاید از اینجا رفتم آقا، افتادم تو اقیانوس. آقا اقیانوس کجا بود تو مشهد؟ من از دست شما شکایت میکنم. دست رو بده. میگم کاری نباشه. باشه، من وظیفه خودم انجام میدم. ساعتم گریجم. نوشه جونت مرتیک چاپلوس بیشغول، ساعت جام ده دقیقه عقبه. خود ده دقیقه عقبی بابا، سنجاکره باده از خود اون هواپیما گرونتره. جلق نجات میدازی؟ دازی کدو بیشو کلپ تو منیا، یه بیماری اشرافیه حابیه منه. اصافم تو این کارتون اشرف اشرفاتی. شانس ما رو از اشرافیتم فهم مریضیشو گرفت. خفشو بزغاله همسی بین مریضی اگه من قارین خانگیه دارم. خبر رو بدی آقا جون، هر بنده انهتار برده افتاده دستی قاضی جدید. هیچ شوخی موخی همون دیده میشه، مرمین فابریک قاضی بوده. اینو که میدونم. واسه چی بازمانه پرونده زنده شده؟ واسه چی از من میپرسی؟ از قاضی بپرس. کار حاج مرتضی آقا جون، اون دوباره خواهر علم کرده. آره میدونم، کار خودشه. اول این بچه یتیم هم پرورشگاه آوردش، رضا قربانی اینه، بعدش هم بزرگش کرد، دخترش هم داد بهش که چی داره نداره شما رو هاپالو کنه. زرشت درسی بهش بدم که تو تاریخ تمدن ویلدورات بنویسن. شما اهمون داری، اهمون داری، اهمون داری. بلند بگو. آره بابا. شیفتش تموم میشه میره بیچاره میشه، نمیتونیم پیداش کنم اون وقت.
کجا؟ مهمون دارم خانوم. وای وای نگاه کنید دل ببین چه خبره. این همه اسب لنگدی را از یه جا دیده بودی؟ نه. اسبا شبیه زرافه است بیشتر. به درد داوود میخوره. به درد داوود خانم زن میخوره. اون باید زن بگیری. نوکر داشت. سلام. مرد صاحب شناسنامه ما رو بلند کردی؟ الان هم که ما رو دیدی میگی عید؟ عید نه همه الان بد بدی. بابا بچه چی نرسمه ما رو دوزیده برای ما قتل نشون کشیده حالا شما به ما میگی کلا بردار حاجی محمود حاج محمود چی آقا اسم من رضای فامونی من قربانو اینو بگی رضا فرزند حاج محمود قربانی اینم مدرک دلیل شناسنامه چه آدمایی انا دیوانه میشه آدم از دست این خب معلومه که دیوونه بی خودی اومدی یقه منو گرفتی مردی که تیر به جگر چیلوی حرف دوشم بدی بفهمو آروم بگیری ساکت شین دیگه اینم شناسنامه منه دستی خجالت نمی کشم یکی توضیح بده اینجا چه خبره بنده توضیح میدم جمزم برادر من پاره تن من قربونت برم تو بالاخره اومدی که منو از دست این ظالوم نجات بدی الهی من بود من داده شدم انتر شبیه قرچ سمیه بابا آخه بیگودی به کلش زده شده من زدش بابا به این نم کن انتر سیزه بابا گیریفتاری شده ما مرمانه بیم آمرزای گرم یه زیارت کنیم چیم اصلا منمونه بگیریم بکرد خودمونه پیدا کنیم به جاش 56 تا داداش پیدا کنیم بابا یکی توضیح بده اینجا چه خبره شما دیگه کی هستین بنده جمشید قربانی فرزند محمود قربانی برادر گم شده این آقا بعد از 52 سال پیداش کردم جناب سروان ملازم بفرمایید این عکس پدرمه محمود قربانی ببینید این سیبی که با ایشون نس کرده باشم داداش ببینید جناب سروان خب این حرفا چه ربطی به پرونده داره؟ جناب سروان چطور ربطی نداره قربونت برم رضا قربانی واقعی ایشونه برادر بنده رضا قربانی اینه نه رضا قربانی من هستم من رضا قربانی واقعی چی دارم میگم جناب سروان همه اینا رو با پرونده بفرستاد سرا گوشه منو گاز گرفته چرا من باید برم دادسرا بندهای خدا زفاره امام رضا جناب شاکی خصوصی دارم تازه خودشون هم شاکی خصوصی هم ایشون با من جناب سروان میمونه ایشون قربان اون هم با من چه؟ هستم هم بمیخوام من با تو حرف نمیزنم قابل حالا بگو چی میخوای من فقط بخوام ارث بابامون از تو خانواده همون نره بیرون اونم فقط یه راه داره خشی؟ من زن اون قرش سمی بشم؟ بله؟ مگه چیه؟ پسرموته؟ میخواین بفرستینم کلفتی اون شازده خانم قرازه رو بکنم؟ من زن اون شپشه خلاصا نمیشم تو غلط میکنی بنیان خاندان قربانی وسته به این ازدهام میکنن آقا آقا شو شما ببینید غلط کردم بی غیرت اینقدر نخور میترکی چنبه از خوردن بترکن بهتره تو از خسته بترکن منو مسخره میکنی کره بوز هانی چی؟ چی میگی؟ فهمیدم باشه بله فهمیدم حالیمه اطاعت میشه قربان چشم
دایی، آه دایی، دایی، خدا بگم تو کدام طبقه جهنم عذابت کنه که خودت بابا بخوشی و دختر عجوزتم خودمو داره دقبک میکنه. خشایار؟ بله. تو اینجایی؟ از که اینجایی؟ از همون اول اولش. همه یه فوشتهی که به مامان دایی بزرگداری شنیدم همه اصلا به مادر جون تعریف میکنم. خفه خون، خودم همه رو شنفتم. وقتی اینجوری حرف میزنی باورم میشه که واقعا رضا چقدر برادرته. آخه مگه نشنفتی؟ نه، چی رو؟ که سگ زر برادر شغاله. خب بگو ببینم از این دختره شیرین چه خبر؟ بالاخره زن این بزمرجه میشه یا نه؟ آخه چه غلط ها؟ مخالفت کرده؟ بدون هر گونه پیش شرط معلومه شیرین دختر باشعوریه. اه بابا زهر مار؟ اه مادر جون خفه شو بزقاله، تا مرس زودتر برو سراغ این مردک نرقور کارو تموم کن. حیف، این شیرین کلفت خوب میشد. میگم به من بگو ببینم یه کمی زود خبر مخالفت شیرین به ما ندادن؟ اونا خبر ندادن، بنده خبردار شد. حاج منتظر آب بخوره تو حجرش، من تو پتلپورت خبردار میشم. براشون جاسوس گذاشتی پدر سوخته. تو ترشی نخوری یه چیزی میشی یا میدونی باید چی کار بکنی؟ نه نمیدونم. از صبح توشون بشینی برای روح دایی بزرگ دعا بکنی که یه جو شعور تو کله بیشعورت کاشته. بیشعور بیچشم. بفرمایی خانده داشت، اینم مدارش. داوت اینه با هواپیماهای چارته صبح زود فرستاده نشد. باریشالله، داوت کیه؟ داوت پسرمه، البته کنزش اومایه، در تهران درس دانشجو بو میکنه. کنز، گلان، فرق نمیکنه، همشون نوکره دیگه. چی میخونه؟ از این هنرهای قشنگ هست، مثل جزم تارایی که خارجی هستن پهنه یه بوداری، ولی لسانسی اونو میگیرم. پس باید بیاد بر دست خودم. چیزی دادم این لسانس خوبه، ازش مهندسم خوشش اومد. پس تو هم تو پرورشگاه بودی؟ پدر مادر من بچه دار نمیشدن، میان از پرورشگاهی که توی شهر گوتانه من تحویل میگیرن، میبرن از دبیل بزرگش میکنن. پس داداش واقعی من توی آی من قربون تو برم. قربونه گریاتی برم. آخ چی گریه میکنی؟ آقا داره گریه میکنی. دایی ناصر تو که از همه شاهد تر بودی. بله. من چی کشیدم بگو. پسر چیل نازو که چی رو پسرم داداش جون؟ این شیرین 70 سالو داره. شیرین خواهرش 70 سالشی. بذارن عدس برات میکنن، شکلات برات میکنن، بچه خوب و باشه. باری جان داداش بچه داداش. نیست میدونم بچه نیست، بزرگ شده دیگه. بله بزرگ شده، الان کلاس دوم دبستانه. نوکر خونه‌زاده، به همین دلیل ما بهش میگیم دایی ناصر. دایی ناصر آغاز جون، خودم شاهد بودم این رضا چوکوت حاج مرتضی بخوادن حق شما رو پامال کنن. نذاشت سهمم چون سیای مال دنیا میذاشت کوس کنن. تو هیچ میدونی سهم تو چقدر میشه؟ 30 میلیون تومان. 30 میلیون تومان؟ 30 میلیون. 30 میلیون تومان؟ یا حضرت یا پار. چون رو میزه قاضی خودین این چشه جد هرومش در اومد. خب چی گفت؟ عجب وای به حالت چه مدارک اصلی نباشه. آقا جون من مدارک اصله. معلومه که اصله. فکر کردی خودم با دست خودم برای خودم برادر میتراشم؟ خوب گوش بدید.
قبل از این قول بیابونی از خوشحالی پس بیفته ازش وکالت رو قول اختیار گرفتم، تازه 20 تام کاغذ سفید امضا ازش گرفتم که زنش هم تایید کرده. فقط نباس بذاریم پاش به دادگاه برسه. ساکت بشین تو رو خدا. آقای محترم بشین لطفاً. برو سیرابی، برو بشین تو رو خدا. شما خفش خود رو تو کرد بود آنه کم بگرد. شما های چی بکردید؟ 52 سال علافیم با این دادی بیدادایی هم که داریم 52 سال دیگه هم علافیم. این قاضی تا از جیخ و پوک پرونده سر در نیاره حکم بده نیست. شما اینجا قهوه خونه است. تازه آقا کفشش تو رو خدا در نیاره. میخواد حرف بزنید. بیشو چرا اون نرو بوله فت کردی اومدی اینجا تو؟ دوست نزن بابا، با گردن زدم تو سرش و یک هفته دیگه بیهوش میشه. نه نکن آقا، قیام کنید. بفرمایید. بفرمایید. چو انداخته بودن قجرزاده هستن و امیرزاده. بابای حاج محمود هم گول خورد و حاج خانوم فرستاد خواستگاری این خانوم. خب بودیم می نبودیم. معلومه که اصیل زاده ایم. هفت پشتمون اصیل زاده بوده. می دروغه؟ بله بله دروغه. چه بر سرم؟ به بچه مردم چی کار داری؟ چی کار دارم؟ به خود خانمی شوهرت روانی عباد برش دیمارستان. من روانی هم؟ من دیوانم یا شما دیوانی؟ الان آمپولی که جکیده اون جکیده آمپولی رو من یه نه نامه گذاشتن زیر متکای من خواهش شده بین که من کردم این نامه رو برای من بخون. نامه دیگه چی؟ نه اصیل زاده بودی نه امیرزاده. باباتون آبدارچی والی شیراز بود نه برادرش. داداش جونت هم یه سره مقیم قمارخونه ها و عرق فروشی ها. حاج آقا، حاج محمود وقتی این چیزها رو فهمید رفت معصومه رو عقد کرد. به خدا دروغ میگی خانم. من داشتم تختشو مرتب میکردم، این نامه از زیر متکاش افتاد پایین. حالا گیر داده خودتون گذاشتین، خودتون هم باید بخوننش. فلنج میچکره. آقا رضای ما روزا نمیتونه ببینه، شبا نامه میخونه. خب اینو واسش میخوندی که حرفی نداشت دیگه. پس بگی بره عقب. بیا برو عقب. برو عقب واسه. برو. بخونه دیگه. بخون دیگه بخون. اعتراض دارم حاج آقا. همش دروغه. ایشون قصد دارن با لکه‌دار کردن نسب خانوادگی شازده خانوم دادگاه رو تحت تاثیر قرار بدن. بفرمایین بشینین خانوم. بفرمایین بشینین. نکن بزغاله. مؤدب باشید آقا. با این چیزا دادگاه تحت تاثیر قرار نمیگیره. ضمناً راجع به اصل و نسب شازده خانوم و برادر گرامیشون به اندازه کافی تحقیق شده. ای دیوانه. به خدا این تو نوشته. من از خودم چیزی نمیگم. تو نوشتی من دیوانم. شما نامه تو بخون. چشمش. ای دیوانه. دوباره تو بر نوشته. خب حالا بخون. چشم. من این بیمارستانی همش اینا ترکاندم. ای فلان و فلان و فلان. فلان و فلان و فلان منم. فلان. فلان منم. تو چقدر خولی. منم. آخه یه جور شعور نداری؟ منو بدیم! نمیفهمی که آن جمشید کلاه بردار چه کلاه گل و گشادی بر سرت گذاشته است؟ یعنی اینقدر فلانی؟ خب فلان! چرا اینقدر به او کاغذ امضا شده دادی؟ فکر میکنی سهم تو واقعا از دارایی پدرت فقط 30 میلیون تومان میشود؟ واقعا خاک به سرت! از همه بدتر این بود که دکترها گفته بودن این خانوم اصلا نمیتونه بچه دار بشه. اعتراض دارم از آقا، اعتراض دارم. پس بنده چغندرم. بله توهین از این بدتر. آقا جون میفهمی چی میگی؟ خانوم بشه دیگه خود دانی. حاج محمود فقط به خاطر بچه با معصومه ازدواج کرده بود، ولی معصومه انقدر پاک مهربون معصوم بود که حاجی عاشقش شده بود، واسه همین طلاقش نداد.
حتی وقتی قمر خانوم بهش گفت باردار شدم بازم معصومه رو طلاق نداد. چرا وقتی رضا به دنیا اومد معصومه بچه رو نبرد به حاج محمود نشون بده؟ چاقوکشای برادر خانوم دنبالش بودن تا هم خودش و هم بچهش رو سرمنیز کنن. پس چرا معصومه بچه رو سپرد به پرورشگاه و خودش فرار کرد؟ نگران جون بچه نبود؟ بچه کدومه حاج آقا؟ این آدم علکی به حاج محمود گفته که معصومه بچه دار شده که بتونه به اسم بچه مال اموال حاجی رو بالا بکشه. حاج آقا دروغه. حاج آقا اینا دروغ میگن. خدا میدونه این تن بمیره من پسر واقعی حاج محمودم. خودم که میدونم. از کجا میدونی آقا؟ شما که نه حاج محمود رو یادت میاد نه معصومه رو. یادم؟ نه نمیاد جناب علی. حاج آقا من یه چیز عجیب و غریبی در اعماق درونم هست حاج آقا که به من میگه که تو پسر حاج محمودی ردخور نداره. نه خواهرهای که مفتی بدونی بینیم سبر شدن یه سلامت برای سلامتی رونده بفرستی. حاج آقا این رضای جدید با حاج محمود عین سیبی که هم وسط نس کرده باشن. اما شباهت این آقا چی؟ شباهت این آقا به حاج محمود مثل شباهت چنار به تخم کدو. خود شما هم نه شبیه حاج محمودی نه شبیه مادرتون که دلیل نمیشه که. حاج آقا این تن بمیره رفته یه نفر گشته عین حاج محمود پیدا کرده علمش کرده که حق من بدبخت و بخوره. حاج آقا اتفاقا اینطور نیست. بنده هم اول شک کردم دستور تحقیقم دادم. غلط کردم. جام سروان. همونجور که ریاست محترم دادگاه فرمودن هیچ چیز جلی وجود نداره. اتفاقا یه چیز خیلی خیلی جالب طی تحقیقات توسط بنده و همکارم کشف شد. سرگروه بام این دوتا برگه یه ولادت. این برگه ولادت تو پرونده این آقا رضای قربانی بوده که توسط حاج مرتضی 52 سال پیش از پرورشگاه فریمون تحویل گرفته شد و این برگه ولادت طی تحقیقات ما از ثبت احوال شهرستان اردبیل به دست اومده که مربوط میشه به آقای رضای قربانی شماره 2. هر دو تا برگه این همن در یک زمان صادر شده و هیچ کدوم جعلی نیستن. فقط این یکی برگه اصله، اون یکی المثنا و هر دو توسط یک مامور و از یک حوزه صادر شده، البته به فاصله 2 روز. جالب تر از همه اینا میدونین هر دو تا برگه رو کی تحویل گرفته؟ ها؟ معصومه. بابا طلعت بالا بگیر شرومو بابا این الان دیر میشه اسم بیرتمونی میدونه. سوال بزرگ اینه که چرا معصومه دو بار رفته و برگه ولادت گرفته؟ شاید برگه اولی رو گم کرده. شایدم یه نفر اونو دزدیده که یک رضای قلابی رو به جای برادر واقعی من جا بزنه و اموالشو بالا بکشه. حاج مرتضا کاملا از وصیت‌نامه اطلاع داشته و میدونسته بدون حضور معصومه و رضای واقعی انحصار وراثت ممکن نیست. حاج آقا تو رو خدا شهر رو بکنید دیگه. حالا که برادر واقعی ما معلوم شده کیه، بعدش هم به ما وکالت داده، خب تمومش کنید بره دیگه. من غلط کردم با جناب آقای کوله بردن که به شما وکالت دادم. جلال داداش شما اینجا چیکار می‌کنید؟ بابا شما همین تو آبزی منو نیستی. یک پیدا یک قطر بیارم شهری هیچی خدا حاج محموده. آقا جو من کاری به هیچی ندارم. من از این قاطی به دادگاه خودت شکرد نکه من به دادگاه نایی شکرد دسته هممو میخوام. من دسته هممو میخوام. من چه پسر حاج محمود باشم چه پسر حاج محمود نباشم دسته هممو میخوام. حاج مرتضی من رفتم 32 میلیون تومنه. من چیگری اون کلا بردن در میارم. در تو یک جویم در میارم. چیه نکنم کلا بردن داداش گلابه. آره یاره بشی سر جا. خود گلابی با هفت جد آباده. از همه چی کرده؟
از همه به همه جا شکرد از همه جا شکرد من در سلطه اینا نیستم حالا داری کجا میبرید مارو؟ بیمارستان من چه خودم برم تو بیمارستان بودم چه؟ من چه مرض دارم من برم بیمارستان تو چه داری گامبو؟ مارو واسه چی دارن میبرن آخه؟ آخه چرا با دست من سرکار؟ حکم قاضیه خب سرکار میگفتم خودمون این انسان میومده حالا در مورد شما دوتا درست افتاق کردن ولی بنده را دارم اتفاقا به خاطر مریضی توی که دارن مارو اینجوری میبرن قاضی نمیخواست قبل از آزمایش کسی بتونه باهاش تماس بگیره آزمایش؟ مگه نگفتی محرمانه است؟ از اینجا به بعدش محرمانه است بچه تره بکی تابی سرکار محرم نه محرم داری بابر سرکار جون بی خیال این قول بیابونی شو بابا ما هممون که مردیم محرم نه محرم که نداره البته من مردم ها مال این رو بعد از ماهش بکنم میتم ببینید که این داداش بگو چی بونه میخوان آزمایش کنن آخه نمیشه محرمانه محرمانه است زنون مردونه نداره که رچو رچو حرکت تو برون بر رچو خودروی دراز بکر از بیروز فاصله بکش خودروی دراز بکر از بیروز فاصله بکش سرکار خوزه دراز بکر کدومه این لیموزینه نظر به زندونه نزدیک بشم یه قشق قرازی دارم گاز بده گاز بده جریان چیه؟ بابا میخوام ببرنتون آزمایشگاه چی؟ آزمایشگاه نرو مقابلت کن شنافی نرو من زیر بار هستم شزده خانوم چی میگی تو؟ مانه اینا میخوام چیمونو آزمایش کنن بابا اینجا به اونجا دیگه چی کار داره؟ نکنه میخوان دلنگونم رو کنن این حرفا یعنی چی؟ من جن دارم بکی چه میدونم؟ شاید اینا جن دارن خود خودی به کسی نکن جبه باش باید خراب میشه به چه عروسی؟ به رفا بیا رشک و لابستم رشک خد خد اول باید درست بایش کنم بابا که معلومه بچه بابا احمد این دوتا بزقله رو من آزمایش کنم زیر بار نرو این توطئه بر علیه خاندان ما متوجه هست بودی خود چی کار بکنن حواست باشه نرو نمار ببرنه نزو فقط کیمی دیگه شما رو و کیمی دیگه اونا اول بزر کنن مرمان فقط جا بزر کنن میخواد چیز خوردتون کنن چیز خورد بابا چرا این سمت داری میای؟ تو باید بری اون سمت اونا داداش منم آفر اینا داداش خوشن آقا رزا اینه خوش زن ها اینا گور ندارن کفن داشته باشن یه قاتل تابود آقا رزا تابود تابود خدا خودش آقا رزا پس بگی ها همه ساعت دنبالش بودی پس ای یار مبارک بدا ایشالا مبارک بدا گوش تنگه بله عروس قشنگه بله دست دون فشی نزده برو بر بنده بله مبارک باشه دمتون جم خدا قسمت همه زبونای مشهدی کنه اما عجب مشهدی های مشتی هستین شما برو بریم ای یار مبارک بدا دکتر دست بابا من بچه حکم بودیشتر دستی تو خیلی کلا بردم جون باده من اشتایی خواب بابا من بسر حکم بودیشتر ریاست محترم دادگاه احتراماً و طبق اوامر حضرت عالی و پس از نمونه برداری کامل از خون
و دیگر نقاط مورد نظر در بدن آقایان جمشید قربانی فرزند محمود و رضا قربانی فرزند محمود و رضا قربانی فرزند محمود و تطبیق کامل دی ان ای و دیگر نکات وراثتی هر سه نفر نتایج زیر استحضار و به عرض میرسد. نتیجه اول: جناب آقای رضا قربانی فرزند محمود معروف به رضا چغول. کلا منظورشون رضا چپقه. یارو یعنی چه آجاقا؟ چغول یعنی گنجشک. این حرف خنده‌داریه؟ ادامه بدین آقای دکتر، ادامه بدین. اتحاد میشه. نتیجه اول: جناب آقای رضا قربانی فرزند محمود معروف به رضا چغوک و جناب آقای رضا قربانی فرزند محمود معروف به رضا جیگر. وای خدا جیگر. حالا جیگر نخوردم، بکنم فقط خوشگوش میخورن. هر دو تحت آزمایش تطبیق ژن‌های مشترک با آقای جمشید قربانی فرزند محمود قرار گرفتن و معین گردید که به طور قطع و یقین این دو تن هیچ گونه نسبت فامیلی با آقای جمشید قربانی ندارن. جناب قاضی، آقا به خدا دروغه. آقا این تن بمیره دروغه. دیدی که روش چشم نو کردم. من از اول میدونستم من با شما برادرم، نه با این آقا. مامان حالت خوبه؟ مامان من 30 میلیونم بده گانم، 2 میلیونم مال خودت بسار. برو دوباره کن رنده هون برو اینم کنید خودتونو بدید. بعد جناب قاضی تمومش کنید بریم دیگه. پس مدرک ضبط ولادت چی میشه؟ من این آزمایشو قبول ندارم. تو قبول نداری؟ پرچگاره ای؟ مامانم رسول جناب قاضی، بنده به عنوان یک شهروند عالی رتبه آگاه به علم ژنتیک از دست این آقای چغوک مصدک عدم اطلاع رسانی به امر ژنتیک شکایت دارم. آقا داداش همچین، من 20 میلیونم بگیرم کافیه، همش مال تو باشه. با مامان تا دیگه چی میگی بابا؟ اجازه بدید، اجازه بدید. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم پرسیده بودم، شما اون سوال منو جواب ندادین. بله آج آقا، نتیجه دوم آزمایش جواب سوال حضرت عالیه. به دستور ریاست محترم دادگاه آزمایش دیگری نیز به طور محرمانه صورت گرفت و آقای رضا قربانی فرزند محمود معروف به رضا چغوک و آقای رضا قربانی فرزند محمود معروف به رضا جیگر در آزمایش کامل تطبیق ژن‌های مشترک با یکدیگر قرار گرفتند و مشخص کردید که به طور قطع و یقین این دو تن با یکدیگر برادرند. من با او این یعنی چی حاج آقا؟ یعنی بچه‌ها دو تا بودن حاج آقا مرتضی، دو قلو. معصومه، معصومه مظلوم، خودتونو بذارین جای این زن جوان بیپناه که پدرش تازه مرده، شوهرش تو بستر مرگ افتاده و یه عده از خدا بیخبر ها میخوان از سر را ورش دارن، تنها، آواره، بیپناه، و خداوند دو تا هدیه بهش میده، دو تا پسر که جون اونام در خطره. تصمیم میگیره حداقل جون یکیشون رو نجات بده. بنابراین یه برگه ولادت رو از بین میبره و واسه دومی المثنا میگیره، البته به همون اسم. حالا فقط یک اسم وجود داره، رضا. و همه فکر میکنن یه بچه به دنیا اومده و بعد پرورشگاه فن، بعد پرورشگاه گوچان، ولی دست روزگار این دوتا بچه رو یکی یکی ازش میگیره. معصومه بیچاره. یعنی میفرمایین اینا هر دوتا بچه های حاج محمود هن حاج آقا؟ چی داره بگی حاجی؟ 10 دقیقه صبر کنیم اینجا شاغلو بزن. یه ساکت آقا، اینا چه بچه های حاج محمود باشن چه بچه های حاج محمود نباشن با هم برادرن. رضا
چرا معطلی؟ یعنی چی کار کنم بابا جون؟ برادرتی، میفهمی؟ برادر رضا پسرم، شما با هم برادرین. آقای دادگاه اجازه است؟ اگه میشه من با این برادر باشم، نه با اون. ببین 10 میلیون هم بدی من حرف ندارم، 22 میلیونش خودت بدن قبول بکنی مامان؟ اگه همه این ثروت دنیا رو بهتون بدن باهاش نمیتونین یه برادر بخرین، میفهمی؟ ساله کدامه بابا؟ از 80 زده بالاتر. نه ولی چقدر جوان مونده. خب معلومه سال دو مرتبه جراحی پلاستیک میکنه پوست صورتش میکشه. ها بابا سال دو متر پوست صورتش قیچی میکنم. دو متر؟ ها بابا. الو سلام، الهی قربونت بشم داوود جان، تو کجایی؟ پروازت واسه سر چنده؟ خدا مرگم بده الهی. بله داوود رو افتاده. آقا داوود رسیده، باید بری فرودگاه. شیرین چرا حاضر نمیشی؟ آقا داوود رسیده. با من واسه چی؟ بیا بریم قربونه قدرت برم من، داوود دلش میشکنه ها. آخه زنم و بچه. ای با شیرین جون پسرم و دل نازو که بدش میاد دیگه، برو اینجا کلی کاره. کارا با ما، برو دیگه دلش میشکنه. حالا طلعت خانم واقعا آقا داوود اینقدر دل نازو که؟ آره مادر، هنرمنده دیگه، با احساسش زنده است. بیا مادر، خدا رو خوش نمیاد با احساس یه هنرمند بازی بکنی. زهر ما. بکنم خودش باشم. دابو یه بیانده چهار دفعه اومده فیروتگاه گفتن پرواز چارتره، چارتره نمیخونم، چارتره نمیخونم. اگه گردی داوود اده، هی داوود از این طرف بیا. داداش آخه ما اینجا این صدای تو رو که داوود از اونجا نمیشنوه که. اگه داوودی منه داداش چوبوش، این داوود اردبیلم باشه صدای منه میشنوه. موسیقی
رضا. جانم. چه نوع موسیقیه؟ موسیقی اسپانیایی دیگه. مال اسپانیای خارزن، نه اسپان خودمان. بعدم اینه درسش خونده، میگن اونجا این موسیقی هر کسی لسانسشی بگیره میره برن توی قافداری ها میزنن، قاوا شیرشون دوباره برمیشن. همین موسیقی. مبارکتون باشه. کی عقد میکنی؟ انشالله حاج آقا شب تولد امام رضا قرار بریم حرم. التماس دعا تو حرم امام رضا. ببینیم بچه ها، من میدونم دلتون میخواد از حق پدرتون دفاع کنین، منم تایی دلم فکر میکنم اون دوتا واقعا پسرای حاج محمودن، ولی آزمایش ژنتیک کارو خراب کرد. حاج آقا مدارک ولادت چی؟ اسم حاج محمود و شماره شناسنامه‌اش تو هر دو تا مدرک ولادت هست. آره، اتفاقا این تنها شانس شماست. حاج آقا ما از علم ژنتیک یه چیزایی سرمون میشه. آزمایش بین برادرایی که پدرشون یا مادرشون با هم فرق میکنن اصلا آزمایش مطمئنی نیست. پسرم، پزشکی قانونی که این آزمایشاتو انجام میده به اندازه این من و تو از علم ژنتیک اطلاع داره. اما فکر تو هم فکر بدی نیست. حداقل بهانه خوبیه. آقا مگه مسابقه فوتباله که تکرار میشه؟ آقای قاضی، من دست شما شکایت میکنم. شما دارید به حرف یه مش کلاهبردار که برای میراث پدر من دندوتی زدن گوش میکنید. شما دارید استخونهای بابای بیچاره من تو قبر میلرزونید. کاملا درسته. استخونهای پدر شما، استخونهای پدر شما کلید حل این معماست. بله. شما به مردم رحم نمیکنید؟ حاجی شرم نمیکنی؟ از خدا نمیترسی؟ خب حاج محمود به شما چه ایزوم تری فروخته بود؟ شما که به هم رفیق بودین، یار قاره گلستان بودین، گرمابه. شما میخواییم با استخونای حاج محمود چی کار کنی؟ نگران نشید حاج آقا، کسی که باید نگران بشه شما نیستید. از آنجا که اختصاصات ژنتیکی هر انسان در استخوان‌های بدن او نیز موجود است، دادگاه تصمیم دارد پس از گشودن قبر حاج محمود قربانی و نمونه برداری از استخوان‌های بدن مشارون الیه، آزمایش تطبیق ژن‌ها با آقایان رضاهای قربانی را تکرار نماید. نبش قبر؟ ما اجازه نمیدیم به شما. تو غلط میکنی. چه اصلا به تو اجازه داده که اجازه بدیم؟ بابا منی که نداشتی خدا بیامرزه ببینیم از رو ماجش بکنیم. اقل نکن بریم تو قبه اون سکولاشی بگیریم یه ماجش کنیم. خور خوندی در این دقیقه یک درون مکم نسته مورد خور نیمه خور اگه میخواید بش کنیم الان وقتش. شازده خانم ها؟ چی رو داری از من بنهون میکنی؟ من نمیدونم تو چرا این رفتار با من داری؟ خواهش بکنم سازده خانم. میخوای بدونی؟ باشه بهت میگم، ولی یادت باشه خودت خواستی. بیشور
تو پسر حاج محمود نیستی. چی؟ یعنی؟ پسر منم نیستی. چی؟ زهر مار هم به چی خورده مرد شور برده؟ پس یعنی من کیم؟ هیشکی، تو فقط کرخر خوششانسی بودی که درست همزمان با بچه مرده من به دنیا اومدی. اوم از یه ننه رخشو رو بابای جیب برو کلا بردار. بچه آخریمم مرده به دنیا اومد. برای که ثروت حاجی بی باعث و بانی نمونه، تو رو که تازه افتاده بودی سر خشت، از بواد گرفتم و شدی جمشید خان، پسر حاج محمود. برای همین آزمایش جواب نداد، برای همین نباید بیزاری دوباره آزمایشت بکنن گاگول. یعنی باید چه کار کنم؟ معلومه احمق بی ارزه، استخونه رو پیدا بکن از بین ببر. چیشم؟ ناخون چیشم؟ بی بلا گم باشو، به من بگو ببینم این انزام تو دادگاه بودش یا نبودش. آه خدا شکر. ننه بابام چی؟ هنوز زنده هن؟ ننت که سرزا رفت، ولی بابات؟ بابام چی؟ زنده است؟ خب کیه؟ کجاست؟ اینه دیگه نپرس. ولی من میخوام بدونم. خیلی خوب خیلی خوب، بهت میگم نفهمه بی لیاقت. پدر تو چه خبره؟ گرگی نکن پسرم. فقط یه بار دیگه به من بگو پسرم تا بندازم به تو چرخ گوش. بابا بابا خدا لعنتت کنه، آخه چرا تا بابای من شدی؟ دیگه آدم قد بود. خوب شد اومدی. سلام علیکم. سلام علیکم. متاسفانه به یه مشکلی برخوردیم. چه مشکلی؟ محل قبر حاج محمود مشخص نیست، شما میدونین کجاست؟ 100% آقای رئیس، قبر رو این دزدیده، کار این قبر دزد. نه خیر آقا، چرا شلوغش میکنین؟ حاج محمود در قبرستان گلختمی مشهد دفن بوده. گلختمی که جوشوندنیه، دم کردنیه، مثل چای میخورن. بابا گلختمی دیگه کجاست آقا؟ یکی از قبرستونای قدیمی مشهده. بله اون قبرستون تعطیل شده چون افتاده تو محدوده شهری. گول بابای قبرستون تعطیل شده که شده. بابا بگو قبر بابای ما کجاست آخه؟ من چه میدونم؟ قبر بابا شما از من میپرسی؟ میگم رئیس 100% کل قبرستان رو این دزدیده، کار این بد باشه ها. واویلا، یعنی قبرا تخلیه شده، رو زمینای قبرستون ساختمون رو پاک ساخته. یعنی روی بابای ما ساختمون ساخته. حاج آقا قبرا تخلیه شدن یعنی چی؟ آقا جون وقتی یه قبرستون تعطیل میشه، بستگان درجه اول مرحومین خبر میکنن، استخونای مرده هاشون تحویلشون میدن تا ببرن یه جای دیگه دفن کنن، بعدم شروع میکنه ساخت ساز. تموم. لاش خود استخون دوست چرتن کره چفه یبری این تم نمیره سرکس فکر تو میرم بابای ما رو دوزیدی 100% الان زیری شده دیافه مغلوب نگی دیافه مغلوب نگی بررم انجون نم دمونه ها بس میگرد بایسا شماوره واقعا یه مش آدم گنده به خاطر چهار تا تیکه استخون مرده افتادین به جون هم. به جون هم کدوم حاج آقا؟
اینا همه افتادن به جون من. دروغ میگه آقای گازو، دروغ میگه. اول چی آزور کشید؟ این آزور کشید من مجبور شدم از این صحبت ها هستم که چنبره بزنم. راست میگه دردشم آقا، این زدن داره، این خودش خدا زده دیگه. پس بی خود بی جهت سر ایشون پانسمان شده. این به این آقای ریاست محترم دادگاه، چی داری اینو بزنیم؟ ما دو نفری هم نمیتونیم کجا میتونیم آقا اینو بریم بزنیم؟ سه نفر هم باشیم نمیتونیم بزنیم. من میتونم اینو بزنیم. کافیه، کافیه، شورشو در آوردین. چش استخونا کجاست؟ آج آقا شما که دارید حرف اینا رو میزنید که من تمام عمرم حتی یه بارم سر خاک اون خدا بیامرز نرفتم، چه برسه به استخونا که دیگه تکلیفش روشن نشد. پس یعنی استخونا هنوز توی قبر حاج محموده؟ ها؟ حاج مرتضی شما از محل قبر اطلاع دارید؟ متاسفانه خیر. یک سال بعد از مرگ حاج محمود واسه حفظ جون رضا از دست چاقوکشای برادر قمر خانوم کوچ کردم رشت. همونجا هم ازدواج کردم، همونجا هم همسرم عمرشو داد به شما. وقتی برگشتم قبرستون تعطیل شده بود. عجب. چیه؟ میخوام بگیم من بلدم؟ زورتون به من رسیده؟ کلبرات و قلامگوزی. قلامگوزی، کلبرات و قلامگوزی هر دو تا اونجا کار میکردن. بله، مردشون قبکن گل ختمی بودن اونا. مردشون گل ختمی. آره، راست میگی، راست میگی. مرد پارسال که ما تو پاسگاه به شهرزا کار میکردیم، پارسال تو پاسگاه به شهرزا کار میکردیم، اونا هم اونجا بودن. هر دو تا اونجا بودن جناب. اونا هنوزم زنده هن. هنوز. سلام آقای قول برات میخواییم. قول برات چیه داداش؟ کل برات بی کل برات کیه دیگه؟ یه رکم اون نیست قبکره دیگه. کارمند خودشون میپاشیم. کل برات قطعه ایشته ردیف یک. برو کلا اونجا قربون دستی. کجا؟ این با خبرم بردش کنم پیش غلام موزی. ولی من رفتن سر قبرا، این از راه کلبرا. یا بیشو کلبرا. آقای گلبرا چمایه؟ اینک جمجمهش آسیانه کم شده و بیل گروهن بر فرد سرش فرود آمده. این تحولیز قریب که ما به شوخ چشمی ناظر آن شده. حمله پرده پنجم سنه یکم. رود بر تو سرور من، دنبال چی میگردی؟ دنبال یه نفر میگردیم یه مقدار، فقط یه مقدار از شما دیوانه تر باشیم. عمرن این سن و سالش نمیخوره که بابای ما رو تو قبر خوابونده باشه. بابای ما هم خب بابا اون موقع جوان بوده دیگه، هم سن و سال همیشون بوده دیگه. تازه لیسانس گرفتی؟ آره. تو چی میخونی؟ من موسیقی میخونم. موسیقی؟ خوش با حالت، حداقل میتونی تو یه کافه سنتی مشغول بشی. کلبلات کجاست قربونت برم؟ اینو به من بگو. همینجاست. چی؟ این؟ خدا بیامرزتش. اوستان بود.
بزباله. آقا غلام روزی آقا غلام بیدار شدی؟ چرا جیغ میزنی؟ دارم از درد سر ترک میشم آقا چی میشه آقا جان؟ مرده سفارشی رو به قیمت میشه قبلن شستی مشغولم 52 سال پیش خدا بیاموزه حالا آمدی دنبالت ساعت خواب بابا جای قبرشو گم کردم گل ختمی خواد به سره آخه کی به تو لیسانس داد ها؟ صد دفعه بهت گفتم این صندوق پیچیده روی تخت خراب شده نزار مکروب داره مکروب میفهمی یا نه؟ مرده چیه؟ حاج محمود قربانی اوه همون چنبه؟ چنبه دیگه چیه؟ بیا بیره ببار اونجه بذار همون تندونه تلاخوری به خود ببردا بیا برو زود باش با جنب دیر شد صاحبه مرده پشت در منتظره آباره کلا حالا شدی چنبه یعنی چاق و لنبه به اندازه سه نفر آب مصرفیش کردم تا شستمش همین حاج محموده بگم شنه ها مفتا تو چی کارشی؟ من پسرشم جای قبلشو میدونی نتنام ولی نامو کن واسه چی مرد حسابی؟ بره که اوی دایی نامردت همون شاسم میرقشنشن پول مردشوری سفارشی رو بالا کشید که هیچ زد به چاک جده ای تو روح اون دایی جبران میکنم به یه شرط به چی شرط؟ به شرطی که بعد از من آدرس قبر رو به هیچ کس دیگه ندید ای به چش به جان تو از حالا به بعد دیگه نه ندنا نه هم مگا یه جمشیدی بسازم که هزار تا چوبوت از اون چشای قرمز برقندش بزنی بیرون جمشید چچا ها؟ چنار! چی شد؟ کدوم چنار عمو جون؟ چنار نه میدون چنار وقتی بیا تو خیابون اصلی از دور دیده میشه عمو رضا جون عمو به قربونت بره خشی بگو قربونت برم بگو عزیزم یعنی شیرین هنوزم حاضر نیست زن من بشه؟ شیرین کیه قربونت برم من خودم زنت میشم قربون اون کله خوشگله تو فقط به من بگو بعد از چنار نشونی اون قبر رو به من بگو عمو خوشگله من قربون اون قیافه شاهونت بشه عمو بقیهشو دیگه نمیدونم فقط قدم گرفت رفت توی بانک عمو حالا هیچ جوری شیرین زنم نمیشه نه بزخاله شیرین شوهر کرد و رفت
چه آقا چرا عربده میکشی؟ همچی میگه بانک انگار داره قماربازی میکنه. مگه بانک اسم پدر منه؟ نه خیر آقا، قبر پدر منه. چرا حالیت نیست؟ بانکتو میفروشی؟ میخرم. نمیفروشی؟ دارو نلار میدارم تو بانکه. نمیشه نمیشه نمیشه. حالیت میکنم. چی کار میکنه آقا؟ چرا عبر ریزی میکنی؟ چی کار میکنی عزیزم؟ گلدونه رو چرا برمیداری؟ بده گلدونه چی کار داری عزیزم؟ اینا رو چی کار داری؟ بلنشو ببینم. اینو چی کار داری؟ ای بابا چرا عبر ریزی میکنی؟ قبر بابامه، سر قبر بابا میخوام فاتحه بمونم. به هیچ کسم برمیدی. بیچارت میکنم، من نمیدازی بیرون، مردی که چاشورباز بدبختت میکنم، مردشون رو خودتون ساعت قرازت ببرن، بازی هم نداره اوزگر. آتش که بریم دایی کجا پسرم؟ به من نگو پسرم، بایدی که از ساختمونه پشت بانگو بقریم. هشایان چه مرگته بلغاله؟ شیرین عروس شد. خب درک چه عروس؟ ببینم تو از کجا فهمیدی که شیرین عروس شد؟ الان همونه سکو غلط کردم بابا. ای تو رو جاسوس سطور پنجام، ای نمک به حروم حق تو سر بی ارزت بکنن بدبخت و سخونتو استخونه جایی نسه. بریم تو خجالت نمی کشی؟ بچه مردم رو بادر می کنی علیه موش جاسوسی کنه؟ تو هم بادر می آخه؟ خود شما گفتی تو جنگ هیله جایزه، من چه گناهی کردم آقا؟ بابا خودت جاسوس نکن، راز میگه دیگه. اخباخ بری اخباخ این کار چیه میگو؟ آقا جون به خدا خود اون کلا بردارم اگه می تونست تو این خونه ما جاسوس می تراشید. به خدا شما باور کنید آقا جون من چه گناهی کردم آقا؟ الو؟ سلام سلام قند عسل چطوری؟ سلام سلام بودا اینجا قمد در عصبی نمیتونم صحبت کنم. لازم نیست حرف بزنی عمو جون، فقط گوش کن چی بهت میگم. دوست داری یه وانه تمر هندی و لواشک صاحب شدی؟ بابا اینا آقا چقدر شلوغ میکنید و عوض زدنه، من به فکر بانک باشیم. بابای طور بانک با هم دیگه از ورد زکور بابای اون و من که با هم فرق نمیکنه. بریم این الان جمشیده ناکس استخونای بابای ما رو میخوره و یه تانکی را بم روش بریم اونو نجات بدیم. کور خوندین، من یه قدم هم دیگه واسه شما دوتا بر نمیدارم. ولی مجبورین آقا جون، این دفعه رو واقعا مجبورین آقا جون. خودشه بکوب دایناصر تا برسی به قبر سه نفره. حاج محمود که یه نفر بیشتر نبوده که؟ بله، اما اینقدر گنده مونده بوده که مجبور بودن سه تا قبیلگی کنن که این توش جا بشه. بگو پدر بگو بابا زدن این کل لباس که با شیری شما رو حل نمی کنه. پسر جمشید نکیز رو سخونه بابا رو خود الان داره دلدونه چه خلل می کنه. بجنبی گفته خودم رو بزنم به دجن، ندارم امشب شما رو برسیم به بعد. وابینا وابینا این خاک بر سری نجات چون خود به جون شما بابا جون گفتم اینجوری شاید یکم از حق شما رو بتونم بگیرم. ببینی پسرم بایه پول میگرفته از اون استخون دوست، خبر بهش بده. وا ویلا خاک برزنم وا ویلا. داداش والا قباحت داره، خجالت داره، قتل چه نکرده یه ذره بچه، یه مقدار جاسوسی کرده به جاش حقوقش هم گرفتی. چقدر پول گرفتی همون جاسوسی کرده؟ لباشک میدار، قهروت میدار، یه دو دفعه بستنی و شکلات میدار همین. باریکلا لباشک گرفت، منو به لواشک فروخته. خواهی تو سر خودتو زنید با این بچه تربیت کردنتون. بچه ای که خانوادهشو به قراغونو تو لواشک بفروشی حق بکنم. دو 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 دو
دیوونه شدی مگه؟ چرا؟ نصف عمره تموم شد زلین جنبه آبا نمیشه آبا نمیشه آبا بلم بابا یکی من دست اینا نجات بده بابا من نجات بده بس رشید بابا خجالت بکش پسرم به من نگو پسرم بلم بلم بابا بلم کنید نمیشه خودشه خجالت نمیکشی؟ تو چجوری پدری هستی؟ فکر نمیکنی پسرت بره اونجا هول میکنه پس بیفته؟ حالا دیگه من پدرت شدم چند وقت که من پدرت شدم چرا پس حقوقم اضافه نمیکنی؟ کنس من روح پدرت هستم و تو چندی محکوم بدانم به شبها سرگردان و روزها در زندان های آتشی روزه بگیرم میگم خوب شد این آقای اومدم ولی هیچ کس نبود قبری بکنه پس گوش کن گوش کن آیا پدر گرامیت را دوست داشته ای؟ هنرمنده ها داره هملت میخونه هملت من دیستو بیزه که هملت بخونی یه دو رشک قرآن بخونی یه فاتحه چیزی بخونی سر قبل بابای من املت میخونی انتقام بگیر انتقام قتل فجیع بس فجیع و ناهنجار پدرت را بگیر بگم آقای علندوله تا این فچی شما یه مقدار استرس میکنی بهتر نیست این خاکای جلوی دست و پا رو بزنه کنار قبل که دعا شما داره میکنه بدبخت آقای رزبانج میگم شما مطمئنی که اون پدر سخته جمشید همینجا رو گفته آره بابا جمشید خان قدم گرفت چهار چنگولی وایساد زیر چلچراغ اصرار که قبر بابام همینجاست اینجا هم تو زیر زمین درست زیر چلچراغه جولیت اون مرده کیه؟ اینی که تو این قبره بابا بزرگه، پدرتون بارکن الله بود بابا اینی که اینجا قابده بابای منی، بابای تو اما پدری که سرزا از دنیا رفت خب اگه نمیترسی، خودت برو لحد و بردار دایی پدر من که حاج محمود رو ندیدم تو دیدی، برو ببین خودشه یا نه بابا جان، خودشه سه تا قبره کی خودشه الان حاج محمود و باباشم بیاد نمیشه کسی من و تو برو دیگه زرنگی جمشید خان ها
اما چیزی که خیلی عجیبه اینه که اثری از استخونهای حاج محمود قربانی داخل قبر پیدا نشده. این کم نمیره آقای رئیس دادگاه، همه استخونه رو خودش دزدیده. داداش این توزه توزه شخ زدمون زمینو همینجوری چشکی استخونه درکار نبود یه هنده مومو. بس دیگه بابا، شورشو در آوردین. اگه کار جمشید خان بود چرا به خودش زحمت داده و رفته نقب زده به بانک؟ پس چی به سر استخونهای حاج محمود اومده؟ جواب سوالتونو فقط یه جا میتونیم پیدا کنیم. سلام، به جون خودم خیلی میخوام کارتون را بیفته، ولی چه کنم؟ کاری از دستم ساخته نیست. آخه جگرت بخورن، چهار تا استخون پاره پیدا کردن که اینقدر برو بیا نداری که. لطفاً جون مرگی من استخونه رو پیدا کن، تحویل ما بده، بده ما از نگرانی دل بابتی در بیار. آقا این تن بمیره ثواب داره، بچه هاش صغیرن، بذار استخونه رو ببینن چی میشه. مگه 52 سال مرده، بچه هاش صغیرن؟ سب کن ببینم. صغیری این عمو صغیری بایگانی سیاره، از زمان حضرت آدم کارمند اداره ماست. عمو صغیری، چیزی از پرونده‌های قبرستون‌های قدیمی مشهد یادت هست؟ نه والا. همونه که 30 سال پیش بهت میدادم ببری آتیش بزنی؟ نه والا. حیف شد، واقعا حیف شد، شرمنده. دشمن شرمنده همو برشته، خودت نمیره پرونده ها رو نگاه کنی. به مرد حسابی، مگه خودت نمیگفتی پرونده ها رو میدادن که ببری بسوزن؟ چرا؟ ولی ما که آتیش نمیزدم. بله، یه نفر استخونه رو تحویل گرفته. کی؟ بله، کی؟ ها؟ معصومه، همسرش، کسی که با تمام قلب و روحش خود حاج محمود رو دوست داشته، نه پول و ثروتشو. خب حاج آقا، معلوم است معصومه حاج محمود کجا برده؟ بله، یه روستای دور، یه امامزاده غریب. چه پناهگاهی بهتر از این؟ ها؟ جمشید، مادر، تو هم اینجایی؟ بیا. آه، 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 آه.
که اینطور. با توجه به اعترافاتی که جمشید خان و پدر واقعیشون آقای ناصر کردن، دیگه احتیاجی به نبش قبر یا آزمایش مجدد نیست. از شما متشکرم جمشید خان. شما میتونستین ادعا کنین جسدی که در صحن امامزاده دفن شده متعلق به حاج محمود نیست و حق بچه های واقعی اونو ضایع کنین، ولی شما این کارو نکردین. خب همه حاضرن و کار ما هم تمام شد. آقا رضا، حسین آقا و ننه معصومه صاحب تقریبا همه ی ثروت حاج محمود قربانی هست. کسی اعتراضی نداره؟ آقای دادگاه، ما اعتراض دارم. هم من اعتراض دارم، هم داداش حسینم. ما این وصیت‌نامه رو قبول ندارم هیچ اصلا. ننه معصومه و حاج مرتضی هم قبول ندارن این وصیت‌نامه رو. الکی ما اعتراض داریم. چون اونا قبول ندارن ما واسه چی قبول داشته باشیم؟ آقای ریاست محترم دادگاه، ما هم قبول نداریم. طبیعیه. حاج مرتضی شما چی میگین؟ حاج آقا راستش همین یه دفعه رو تو عمرم کاملا با این دوتا موافقم. آقای دادگاه، این آقای کلاهبردار ساعت دوز چه بخواهد چه نخواهد برادر ماه. به قول ننه معصومه، بابای خدا بیامرز ما وقتی آرزوی دیدن یه بچه رو داشت، این جمشید بچه‌ش. این همه مدت هم مثل یه نگهبان از ارث میراث پدر ما نگهبانی کرده. مثل سگ از ارث نگهداری کرده. حالا بالاخره یه مقدار بهش میرسه از این ثروت. بلند شو بیاد دیگه، خودتو لوس نکن دیگه. پشو بیاد دیگه. هی نشستم. بیاد دیگه. آک بر سرمونی داد. داداشم. بیار یک خال برات بچسبونم. علامت حاجی. این علامت خدا بیامرزه. اها. مالشو از تو عدس کلا دارم. من افتخار بکنم بگم داداش این امانت پیش من بود، مال شما. خجالت نمی کشید؟ خجالت نمی کشید؟ باید تنبیه بشی که دیگه از این نه نه داداش، فرش کن. این دیگه داداش ماست، ما چش کنیم. دوستی نکنی دیگه. بده من، بده من. زن من میسی؟ احمد بیشعور بابو. بله حاج آقا، حاج محمود قبل از مرگش صاحب 3 پسر شده بود. هنوز هم 3 پسر داره. ارزش انسانیت از پول خیلی بیشتر. ختم دادرسی. بچا آشناتون رو بزنید بالا، پشتتون رو بدید به پشت هم. یا علی بگید صنعت کنید، کار کنید و کار درست کنید. بگذارید از قبل کار کردن شما لقمه نان ببرن سر سفره زن و بچه شما. به خدا خاک این ملک و این مملکت طلای جواهر دست کنید، مشت مش بردارید. فقط یک جو همت میخواد، یک ارزن غیرت. البته اوستا کریم ها یادتان ندم، هرچند مدانم یک وقتایی بعضیاتون یادتان ندم. در هر صورت همگی شما را به خدا سپرد. خدا.